بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تصویب قطعنامه جدید درباره یمن و نقض حقوق بشر. خدمت 755 ساله مسجد بقیت الله در محله دولاب. وضعیت اختلالات روان در ایران، افسردگی در زنان دو برابر مردان. و بازنشستگان معلول در ایران، مستمری ناچیز و مشکلات بیپایان. وقت شما بخیر. روز جمعه 11 اکتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه جدید را در رابطه با یمن و نقض حقوق بشر در این کشور به اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه شورا از همه طرفهای درگیر در یمن خواسته است تا با کمیسیون ملی تحقیق همکاری کامل داشته باشند و دسترسی این کمیته را به اطلاعات به صورت شفاف تسهیل کنند. این شورا همچنین از کمیساریای عالی خواست تا حمایت فنی و لوجستیکی لازم را برای کمیته حقیقتیاب فراهم کند تا بتواند به تحقیقات خود در مورد تخلفات مرتکب شده توسط همه طرفها مطابق با استانداردهای بین المللی ادامه دهد و گزارش جامعی در مورد این تخلفات ارائه کند. لازم به ذکر است که شورای حقوق بشر در 36مین جلسه خود در سپتامبر 2017 حمایت از کمیته ملی رسیدگی به نقض حقوق بشر را تایید کرد و به همکاری این کمیته با گروهی از کارشناسان بین المللی در تحقیقات مربوط به جنگ جاری در یمن اشاره کرد. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی، از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر، به نظر شما با تصویب قطعنامه جدید درباره یمن چه اقداماتی عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور پیش بینی شده است؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان عزیز. من احساس میکنم به خاطر اینکه موضوعات حقوق بشری زیاد هست در برنامه شما، یه توضیح ابتدا بدم. ببینید، سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم با هدف اولیه حفظ صلح بین المللی درست شده، بر اساس قدرت و قدرت‌های بزرگ حافظ این صلح بین المللی هستند. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما دیگه شاهد جنگ جهانی دیگری نباشیم. پس از رشد سازمان ملل مسائلی دیگه مطرح شد. حقوق بشر، موضوع حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری یکی از مسائلی که بعدها اضافه شد به موارد مربوط به سازمان ملل. موضوع اینه که ببینید، این قطعنامه های حقوق بشری در مورد یمن، من خودم اخبارشو پیگیری میکنم، قطعنامه های دیگه هم خود شورای امنیت هم قطعنامه های تصویب کرده. تا زمانی که قطعنامه های حقوق بشری، تا زمانی که اراده قدرت های بزرگ و منافع اونها در میون نباشه، اینا عملی عملیاتی نمیشن. منتها در این مورد یمن، چون که این مواردی که مطرح هستش در یمن، منافع آمریکایی ها، مسائل مربوط به انرژی و عبور نفت به خطر افتاده، غربی ها و آمریکایی ها مصر هستن که این موضوع رو به نتیجه برسونن و این نتیجه بخش خواهد بود در دراز مدت. چرا که همونجور که در مسابقه قبلی هم عرض کردم، مواردی قطعنامه‌های حقوق بشری تصویب میشه ولی قدرت‌های بزرگ اراده‌ای برای پیگیری اون ندارن و صرفا شعاری و چی هستش. ولی در این مورد به خاطر اینکه منافع آمریکایی‌ها و غربی‌ها در خطر است و مسائل مربوط به عبور انرژی هست، بله، کشورهای غربی و آمریکا مصر هستن که این مورد رو به نتیجه برای
که دیگر کشورها هم کشورهایی که نفت رو صادر میکنن درگیر هستن این رو نمید. بله ممنونم، با تشکر از دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داد هر گونه تشدید خشونت در منطقه پیامدهای انسانی وخیمی در پی خواهد داشت که زندگی کودکان را در معرض خطر قرار می دهد. این مرکز در ادامه از طرفهای این درگیری ها خواستار حداکثر خویشتنداری فوری و حفاظت از جان غیر نظامیان شد. بر اساس گفته این نهاد بین المللی کشته شدن کودکان در کرانه باختری در مقایسه با سال گذشته 250% افزایش یافته است. یونیسف در ادامه افزود از آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر سال گذشته هر دو روز یک کودک فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی کشته می شود. در راستای اقداماتی که در جهت نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان صورت می‌گیرد، شهروند آمریکایی به خرابکاری مرکز اسلامی در دانشگاه رادگرز اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از القدس العربی، مردی از ایالت نیوجرسی ایالات متحده اعتراف کرد که اموال مرکز زندگی اسلامی در دانشگاه رادگرز را تخریب کرده و با این کار قوانین فدرال ایالات متحده را نقض و مرتکب جرم مبتنی بر نفرت پراکنی علیه اسلام شده است. این اقدام در آوریل گذشته و همزمان با عید فطر انجام شده بود. این در حالی است گروه های حقوق بشری افزایش تهدیدها علیه مسلمانان، عربها و یهودیان آمریکایی را از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه و لبنان زیر نظر دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رویدادهای قتل به اتهام توهین به مقدسات در پاکستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. دفتر منطقه جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 21 مهر با انتشار بیانیه‌ای نگاشته است که یک مرد 52 ساله مسلمان حدود یک ماه پیش از سوی افسر پلیس پاکستان در زندان کویتی این کشور با ضرب گلوله به قتل رسیده بود. بر اساس بیانیه جمعیت علمای اسلام پاکستان نیز از این اقدام پلیس حمایت کرده است. ماه گذشته میلادی کمیسیون حقوق بشر پاکستان این دو مورد قتل را محکوم کرده و گفته بود که به شدت نگران افزایش این رویداد است. بر اساس گزارش‌ها در پی حمله گروهی از افراد مسلح ناشناس و غیر نظامیان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع به رسانه‌ها گفتند که این رویداد روز شنبه 21 مهر در منطقه کروم و در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز گذشته نیز در پی حمله گروهی از تفنگداران ناشناس بر یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان 20 نفر از جمله 4 کارگر افغانستانی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت شرایط اضطراری روسیه در بیانیه اعلام کرد که بر اثر انفجار مخزن گاز در یک پمپ بنزین در گروزنی مرکز جمهوری چچن حداقل 4 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت شرایط اضطراری روسیه همچنین آمده است که بیش از 30 مامور آتش نشان به همراه 7 دستگاه خودروی آتش نشانی در عملیات اطفای حریق در این پمپ بنزین شرکت داشتند و در حال حاضر آتش خاموش شده است. گفتنی است ماه گذشته انفجار مشابه دیگری در داغستان منطقه همجوار چچن حداقل 13 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که دست کم 25 زندانی افغانستانی از زندانهای مختلف عراق آزاد شدند.
این وزارت روز شنبه 21 مهر با انتشار بیانیه‌ای گفته که این تعداد از زندانیان روز گذشته از طریق ایران وارد کشور شدند. بر اساس این بیانیه این افراد به دلیل نداشتن مدارک اقامتی در عراق بازداشت شده بودند. حساب کاربری نبض تبس در اینستاگرام ویدیویی را از شغل عجیب و متفاوت زنان روستای دهشور از توابع شهرستان تبس در استان خراسان جنوبی منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از این منبع، کار زنان در این روستا جدا کردن سنگهای فلورین از میان باطله است. این باطله ها از معدنی در نزدیکی روستا به این محل منتقل می شود تا فلورین ها جدا شود. سنگ فلورین که با رنگ های مختلفی در طبیعت است، هم کاربرد زینتی دارد و هم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی است منابع این سنگ در طبیعت محدود است و یکی از معادن مهم و خاص آن در شهرستان تبس واقع شده است. تحقیقات جدید تایید می کند که مراقبت از سلامت قلب در دوران جوانی می تواند مغز را در دهه های بعد عمر از زوال عقل در امان نگه دارد. بر اساس گزارش انجمن قلب آمریکا، بیماری های مانند بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی می توانند یکی از دلایل اصلی زوال عقل باشد. این بیماری ها جریان خون مناسب را مهار می کنند و به ناچار منجر به از بین رفتن سلول ها و بافت های مغز می شود. با این حال شواهد نشان می دهد که اتخاذ یک سبک زندگی سالم و شناسایی و درمان زود هنگام عوامل خطر عروقی ممکن است به حفظ عملکرد طبیعی مغز و کاهش بار بیماری آلزایمر و سایر زوال های عقل مرتبط کمک کند. مسجد بقیت الله در محله دولاب تهران با قدمتی بیش از 755 سال و تاریخی که به حدود 1000 سال قبل می رسد به عنوان نخستین مسجد پایتخت ایران شناخته می شود. این مکان مقدس با کشفیات باستانشناسی اخیر و روایات های محلی نشانی از تاریخ غنی و فرهنگ مذهبی تهران را به نمایش می گذارد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. مسجد بقیت الله در محله دولاب تهران با قدمتی بیش از 755 سال به عنوان نخستین مسجد پایتخت ایران شناخته می شود. بر اساس روایت های محلی تاریخ ساخت این مسجد به حدود 1000 سال قبل برمی گردد و به دوره ایلخانیان تعلق دارد. بررسی ها و کشفیات اخیر در این مسجد که در تاریخ 690 هجری قمری ساخته شده حکایت از اشیاء تاریخی چون پیسوز، سکه و سفال های زرین فام دارد که به زندگی در دوره های گذشته و برگزاری مراسمات مذهبی در این مکان اشاره دارد. این مسجد نه تنها به عنوان یک بنای مذهبی بلکه به عنوان مرکز تجمعات فرهنگی و اجتماعی محله دولاب نیز اهمیت دارد. ساکنان محله از جمله اهالی قدیمی بر این باورند که این مسجد محلی مقدس و دارای برکت است. مسجد بقیت الله با نام‌های مختلفی در طول تاریخ شناخته شده است و هر یک از این نام‌ها داستان و تاریخی خاص را با خود به همراه دارد. این مسجد به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی محله دولاب و پایتخت نیازمند حفظ و نگهداری بیشتر است تا نسل‌های آینده نیز از زیبایی‌ها و ارزش‌های معنوی آن بهره‌مند شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به وضعیت اختلالات روانپزشکی و شایع‌ترین این اختلالات در گروه‌های سنی مختلف گفت اگر مسائل روانپزشکی و اختلالات روان به میزان سهمی که دربار بیماری‌ها دارند مورد توجه قرار گیرند و بودجه برای آنها تخصیص داده شود به طور قطع میزان مشکلات سلامت روان کاهش می‌یابد.
دکتر وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به وضعیت اختلالات روانپزشکی در ایران گفته است حدود 30% در کشور به اختلالات روان مبتلا هستند و میزان ابتلا به افسردگی زنان نسبت به مردان حدود 2 برابر است. شریعت در ادامه با بیان اینکه افسردگی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در میان ایرانیان است، خاطر نشان کرد. پس از افسردگی، اختلال اضطرابی در جایگاه دوم شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در میان ایرانیان قرار دارد. وی در پایان خاطر نشان کرد دلایلی مانند تغییرات هورمونی که مربوط به مسائل بیولوژیک می شود و همچنین دلایلی مانند تغییر نقش افراد، تفاوت در نقش‌ها، انتظارات از زنان، امکانات در دسترس زنان و شرایطی که جامعه به زنان تحمیل می‌کنند که جزو مسائل اجتماعی هستند، در بروز فراوانی بیشتر افسردگی در میان زنان نسبت به مردان نقش دارند. با افزایش مشکلات اقتصادی و عدم تطابق مستمری بازنشستگان معلول در ایران با هزینه های زندگی، این قشر آسیب پذیر از نبود حمایت های کافی و مستمری های بسیار ناچیز انتقاد کرده و خواستار توجه جدی دولت و نهادهای مسئول به شرایط معیشتی خود شدند. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. جمعی از بازنشستگان معلول در ایران از شرایط سخت معیشتی و مستمری‌های بسیار پایین خود انتقاد کردند. این افراد اعلام کردند که مستمری ماهانه آنها حتی به 1,000,000 تومان هم نمی‌رسد، در حالی که هزینه‌های زندگی و درمان برای معلولان به مراتب بالاتر از این رقم است. این بازنشستگان که در پایین‌ترین سطح هرم معیشتی قرار دارند، به مشکلات حاد در تأمین هزینه‌های زندگی به ویژه هزینه‌های درمانی، پرستاری و حمل و نقل اشاره می‌کنند. بر اساس قانون جامعه معلولان، افراد معلول شدید و فاقد شغل باید حداقل حقوق پایه وزارت کار را دریافت کنند. اما بازنشستگان معلول می‌گویند که این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و تنها تعداد محدودی از معلولان تحت پوشش قرار دارند. مستمری دریافتی آنها در بسیاری از موارد بسیار ناچیز است و پاسخگوی هزینه‌های روزمره زندگی و نیازهای درمانی آنها نیست. افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر به ویژه پس از سال 1396 باعث شکاف عمیق‌تری میان درآمد و هزینه‌های زندگی این قشر شده است. بسیاری از این افراد به دلیل معلولیت و شرایط جسمی ناچار به خانه نشینی هستند و امکان کار یا درآمدزایی ندارند که این مسئله فشار اقتصادی مضاعفی بر آنها وارد کرده است. بازنشستگان معلول همچنین از نبود حمایت‌های کافی از سوی نهادهای مسئول و عدم توجه به مشکلات آنها در رسانه‌ها گلایه دارند. برخی از این افراد برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و امیدوارند که صدای آنها شنیده شده و مشکلاتشان رفع شود. هر سال میلیون‌ها پرنده در مسیرهای طولانی از یک نقطه جهان به نقطه دیگر سفر می‌کنند. این پرندگان در طول مسیر با چالش‌های متعددی مانند تغییرات آب و هوایی و تخریب زیستگاه‌ها مواجه می شود. همه پرندگان مهاجر در چرخه زندگی خود به آب و زیستگاه های مرتبط با آن متکی هستند. دریاچه ها، رودخانه ها، نهرها، برکه ها، تالاب ها و اراضی ساحلی، دشت ها و حتی مناطق کویری برای تغذیه، آشامیدن، لانه سازی و نفسی تازه کردن در طول مهاجرت های طولانی ضروری هستند. با این حال منابع آبی کره زمین در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و در نتیجه حیات بسیاری از گونه ها و نه تنها پرندگان مهاجر با تهدید جدی روبروست. برنامه های روز جهانی پرندگان مهاجر 2 بار در سال و در دومین شنبه ماه می و اکتبر مصادف با اردیبهشت و مهر ماه برگزار می شود تا نیاز به حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه آنها مورد توجه قرار گیرد.
از سال 2006 میلادی هر ساله کمیته روز جهانی پرندگان مهاجر بر روی یک موضوع متمرکز می شود. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که مقام‌های فدرال این کشور از میان 8 شهروند تاجیکستان که با گروه داعش ارتباط داشتند، چند تن آنان را اخراج کرده است. بر اساس گزارش‌ها این افراد در انجام حداقل یک حمله در آمریکا دست داشتند. گفتنی است چندی قبل نیز 8 مرد تاجیکستانی در نیویورک، فیلادلفیا و لس‌آنجلس به زن ارتباط با فعالیت‌های گروه سنی‌های تندروی داعش در منطقه آسیای مرکزی دستگیر شده بودند. لازم به ذکر است از سوی هم دولت تاجیکستان از جذب جوانان این کشور به سمت گروه‌های افراطی و تروریستی ابراز نگرانی کرده و تبلیغات خانه به خانه را برای جلوگیری از این امر آغاز کرده است. یک سرباز ارتش آمریکا به اتهام تلاش برای کمک به گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش با هدف کشتن سربازان آمریکایی به 14 سال حبس محکوم شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کل بریجز، سرباز 24 ساله ارتش آمریکا، بعد از آنکه در 14 ژوئن 2023 اقرار به گناهکاری به خاطر کمک به داعش برای کشتار سربازان آمریکایی کرد، به مجازات 14 سال حبس محکوم شد. به گزارش روزنامه گاردین، دادستان‌های فدرال منهتن گفتند بریجز قبل از آنکه سرباز ارتش آمریکا شود، در فضای مجازی به جستجو برای تبلیغات حامی گروه‌های تروریستی و تماشای این تبلیغات پرداخته و از سنی‌های تندروی داعش و برنامه‌ریزی‌های حملات شبه نظامی در رسانه‌های اجتماعی حمایت کرده است. به گفته دادستان‌ها، بریجز همچنین به ضبط ویدیویی از خودش با پوشش زره ضد گلوله نظامی ایستاده در مقابل پرچم مورد استفاده شبه نظامیان داعش با گرفتن ژستی به نشانه حمایت از داعش اقدام کرده و در فضای مجازی آن را نشر داده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصویب قطعنامه جدید درباره یمن و نقش نقض حقوق بشر. خدمت 755 ساله مسجد بقیت الله در محله دولاب. وضعیت اختلالات روان در ایران، افسردگی در زنان دو برابر مردان. بازنشستگان معلول در ایران، مستمری ناچیز و مشکلات بی پایان. 12 اکتبر روز جهانی پرندگان مهاجر. آمریکا شهروندان تاجیکستان را به اتهام ارتباط با داعش اخراج کرد و 14 سال حبس برای سرباز آمریکایی به اتهام کمک به داعش. بینندگان عزیز، از اینکه به پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجعل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.